فرض کنیم کامپیوتر شما دسترسی به اینترنت نداره و میخواید ویندوزتون رو آپدیت کنید. فرض کنیم یه دونه از آپدیت هاتون به مشکل خورده و هیچ جوره خود به خود دانلود نمیشه و میخواید این یه دونه آپدیت خاص رو بگیرید و نصب بکنید. یا خیلی وقتا پیش میاد شما مثلا میخواید یه ویندوز قدیمی نصب بکنید، یه ویندوز 7 نصب کنید، یه برنامه خاص روش نصب کنید و لازمه که یکی دو تا آپدیت رو هم نصب بکنید. نمیخواید برید کل ویندوز رو بزنید آپدیت بشه که ساعت ها طول بکشه. چطوری میتونیم اون یکی دو تا آپدیت خاص رو دانلود بکنیم و برای خودمون نصب بکنیم؟ با ما همراه بشید، امروز قراره بهتون توضیح بدم. سلام، من اردشیر کاویانی هستم، اینجا کانال 4 کامپیوتره و خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قراره در رابطه با آپدیت آفلاین ویندوز صحبت کنیم. دقت کنید سناریو کجا کاربرد داره. همون مواردی که اول گفتم، من ویندوزم به هر دلیلی به اینترنت دسترسی نداره، یا تحریمم، یا کلن توی سازمانی هستم که اینترنت نداره، یا هر دلیل دیگری، یا اصلا یه ویندوزی دارم که آپدیتاشو اگه باز بکنم باید بره مثلا 5 گیگ 10 گیگ آپدیت بکنه و فعلا من فقط یکی دو تا آپدیت خاص رو لازم دارم که آپدیت بکنم، نمیخوام برم آپدیت ویندوز رو باز بکنم، یا اصلا میدونم که اگه آپدیت ویندوز رو باز بکنم سیستم به مشکل میخوره و نمیخوام این اتفاق بیفته، میخوام فقط یه آپدیت خاص برای من نصب بشه، چطوری میتونم این کارو بکنم؟ قضیه اینه که مایکروسافت آپدیت های ویندوز رو داخل یه قسمتی توی وبسایتش قرار میده که بهش میگه آپدیت کاتالوگ. اگر ما به اون کاتالوگ دسترسی داشته باشیم میتونیم آپدیت ها رو از اونجا دانلود بکنیم. عموما آپدیت های ویندوز با حرف KB شناخته میشه، به معنی نالج بیس هستن، KB و بعد یه عددی. حالا تو ویندوز نشونتون میدم، موقعی که شما میخواید برید یه چیزی رو آپدیت بکنید یه سری عدد بهتون میده، یا مثلا میگن آقا بسته فلان شماره فلان که با KB عددی شروع میشه. کافیه فقط بریم توی آدرس catalog.update.microsoft.com فکر کنم یه اینجور آدرسی، حالا بهتون نشون میدم، و اونجا سرچ بکنیم اون آپدیت رو و اون کاتالوگ رو دانلود بکنیم و نصب بکنیم. حالا اینکه چجوری تشخیص بدیم کدوم رو باید دانلود بکنیم و دانلود کردیم چجوری نصب بکنیم، چون انواع مختلفی دارن، من سعی میکنم تو کامپیوتر بهتون نشون بدم، یکی دو تا مدلش رو هم بهتون توضیح بدم که متوجه بشید. به همین سادگی بریم تو کامپیوتر شروع کنیم. لایک کامنت یادتون نره، ممنون میشم اگه سابسکرایب ندارید کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستید، دعوتشون کنید به خانواده ما ملحق بشن. بریم شروع کنیم. خب همونجوری که ببینید چند تا آپدیت اینجا هستن که گیر کردن و آپدیت نمیشن و من میخوام این آپدیت ها رو دستی فکر کنید که بگیرم و نصب کنم که مشکل حل بشه. باز قبلا هم گفتم، بازم میگم، این آپدیت ها الان مشکلشون به خاطر تحریمه که گیر کرده. کافیه فقط از یه DNS که تحریم رو بتونه دور بزنه استفاده کنید تا مشکل حل بشه، یا یه فیلتر شکن خوب داشته باشید، کاملا قابل حله. ولی فرض بگیریم که نه، اصلا ما دسترسی اینترنت نداریم یا مشکل دیگه داریم و میخوایم این آپدیت ها رو نصب بکنیم. کافیه ببینید هر وقت هر آپدیتی رو نگاه بکنید، اینجا که توضیح داده دقیقاً چیه، ولی کافیه اگه خواستید این رو دستی دانلود بکنید، این حرفی که با KB شروع میشه تهش رو دانلود بکنید و دنبالش بگردید. من این رو کپی میکنم و بریم یه وبسایت باز بکنیم، این رو پیست میکنم و اینتر رو میزنم. نگاه کنید اولین وبسایتی که واسهتون میاره مایکروسافت کاتالوگ یا catalog.update.microsoft.com. کافیه رو این بزنید و تو این صفحه همه فایل هایی که به این KB مرتبط هستن رو میاره. در مورد کلمه KB هم اگر واسهتون حساسه و میخواید بدونید که KB به معنی چیه، به معنی نالج بیس، سرچ بکنید اطلاعات بیشتر رو پیدا میکنید. یه سری کاتالوگ هایی هستن یا یه سری ریپوزیتوری هایی هستن که خود مایکروسافت اینا رو ارائه میده. خب اگه یه بار دیگه برگردیم اینجا، میبینید که گفته بودش آقا این ملش سافتور ریمووال تول منه و نسخه V5.115 هستش. اینجا رو نگاه کنید، این نسخه V5.115 چهار تا نسخه مختلف داره، بعد نسخه 114، بعد نسخه 113، 112، 111 تا 112. خب پس اینا با هم دیگه فرقش اینه. اولا حالا این چهار تا چیه؟ تو این چهار تا نگاه کنید، قشنگ توضیح داده آقا برای این نسخه ها اگر EU Browser Choice Update for Europe Only هستی باید بری این رو دانلود بکنی، اگر سرور 2008 ویندوز 7 و سرور 2008 R2 هستی باید بری این رو دانلود کنی، اگر ویندوز سرور 2012 ویندوز 8 دونه دونه اینا رو گفته هستی باید این یکی رو دانلود بکنی، و اگه ویندوز 7 یا ویندوز سرور 2008 داری این یکی رو میتونی دانلود بکنی، که این دوتا خیلی شبیه به هم دیگه است. حالا اگه اونا رو داشتید یه ذره
چالشی میشه که کدوم رو آپدیت بکنید، دانلود بکنید. ولی برای ما الان دو تا نسخه است. من چون ویندوزم 11 است، یا اینو باید بگیرم یا اینو باید بگیرم. چون نسخه اروپا ندارم، میدونم که این یکی رو باید بگیرم. پس میام اینجا این فایل رو میذارم روی دانلود، 54 مگ این رو دانلود میکنم. رو دانلود که بزنید اینجا میگه آها آپدیت آیدی شمارش اینه و فایلی هم که باید دانلود کنی اینه. روی فایل بزنید شروع میکنه به این فایل رو براتون دانلود کردن. خب همونجوری که میدید فایل دانلود شد، من آوردمش تو صفحه، میخوایم بریم نصبش رو انجام بدیم. دبل کلیک میکنم روش، چون فایل اگزه هست به راحتی اجرا میشه. فقط حواستون باشه فایل رو دقیقاً، اگر اینجور فایل رو گرفتید بدونید که از کجا دانلودش کردید. من الان خودم دقیقاً از سایت مایکروسافت دانلود کردم، واسه اینه که به راحتی اجراش میکنم. اینجا پیغام میاد میگه که آقا این برنامه قراره بره نصب بشه. پس ببینید پشت صحنه ویندوز در اصل رفته این فایل رو دانلود کرده و میاد با یه سری پارامتر شروع میکنه نصب کردن. پس مایکروسافت اینا رو به یه صورتی طراحی میکنه که اگه کسی جداگونه هم دانلود کرد بتونه نصبش کنه. چرا؟ چون میدونه خیلی جاها به خاطر امنیت بالا نمیذارن اصلا این دسترسی به اینترنت داشته باشه که این فایل ها دانلود بشه، یا میبرن تو WSUS خودشون یا به این شکل میخوان نصب کنن. و واسه اینکه کار واسه ما راحت تر بشه اینا رو به صورت این شکلی قرار میده که قشنگ پنجره داره و عین برنامه های دیگه بخواد نصب بشه. اینجا میگم که اوکی قبول. و تو سه تا حالت میگه آقا میتونه بره اسکن بکنه و نصب رو انجام بده، کویک اسکن کنه، فول اسکن کنه یا کاستومایز. میگه من کویک بره اسکن بکنه. تازه یه بارم میره کامپیوترتون رو اسکن میکنه تا مطمئن بشه که فایلی آلوده نباشه حتی موقع نصب. خیلی جالبه اینجا استارت تایم رو زد که دقیقاً چه تایمی شروع کرده و زمانی که داره طول میکشه رو هم بهمون نشون میده. خب این آپدیت داره خیلی طول میکشه به خاطر اینکه داره میره انگار این نرم افزار کامل اسکن بکنه سیستمو و بعد نصب بشه. ولی دیدید که مراحل نصب چجوریه. واسه اینکه بهتون نشون بدم همه آپدیت ها این شکلی نیست، بذارید یه آپدیت دیگه رو با هم نصب کنیم. مثلا این یکی آپدیت رو هم بریم دانلود بکنیم ببینیم مثلا حجمش چجوریه، یه نگاه بندازیم اگه شد با هم دیگه اینجوری نصبش بکنیم. مشکل حل شده، همونجوری که می‌بینید داره بقیه آپدیت های من رو میگیره کاملا و اون مشکل دیگه وجود نداره. خب توی همین صفحه که هستیم کافیه فقط بیاید آدرس رو این بار اینجا بزنید دیگه، چون سایت که باز هستش. دو تا آپدیت واسمون میاره و دقت کنید که زبون چینیه. خب پس شاید این آپدیت به درد ما نخوره. بذارید آپدیت رو این ورسرش بکنم ببینم بازم قراره چینی واسمون بیاره. 50 28 254. به اینا دقت بکنید موقعی که می‌خواید آپدیت رو نصب کنید. 50 28 254 کیمولیتیو آپدیت پریویو هستش و اصلا لازمه این بگیریمش. نگاه کنید خیلی از آپدیت ها رو اگه شما بیاید بخونید قشنگ میبینید که آقا گفتن آقا اینجور مشکلی وجود داره و این آپدیت چی اومده حلش کرده. همه آپدیت ها اونجوری نیست که راحت همون صفحه اول بیاد. این آپدیتیه که خیلی هم نیاز نیست، شاید یه مشکلی وجود داشته باشه و بخواد فیکس بشه که این آپدیت به وجود اومده واسش. میتونیم این توضیحات رو بخونیم. ولش کن، من این آپدیت رو اینجا نصب نمیکنم، میذارم اگه لازمه خودش نصب بشه که داره نصبم میشه، مشکل نداره. این یکی هم که شروع کرده آپدیت شدم، ولی من میخوام فقط نشونتون بدم حالا تا اون زمان چند تا دیگه از آپدیت ها رو، یه دونه دیگه رو اینجا بهتون نشون بدم. ولی اینو اگه خواستم دانلود کنم ببین 487 مگ، حالا کدوم یکی رو باید بگیرم؟ این نسخه پایینی رو باید بگیرید چون بالایی آرم بیسه، برای سی پی یو آرمه. پس این 370 مگ رو اگه خواستم باید دانلود کنم و نصب کنم، که میتونم این کارم انجام بدم چون الان خودشم رفت شروع کنه به این رو دانلود کردن. بذارید بالایی هم که نصب شده دانلود شده من اینجا بهتون نشون بدم. خب اینجا دوباره 4 تا نسخه میبینید. دقت کنید این دوتا نسخه بالایی آرم بیس ها هستن، برای آرم 64 ها هستن و این دوتا نسخه هایی هستن که ما میتونیم نصب بکنیم. حالا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ توی اینجا میتونیم توضیحاتشون رو نگاه کنیم. یه فرق کوچولویی باید با هم دیگه داشته باشن. به نظر هیچ فرقی با هم دیگه ندارن و حجمشون هم یکیه. هر وقت اینجوری اومد یعنی اینکه از دو تا ریپازیتوری داره میخونتش. مهم نیست هر کدومو دانلود کنید اوکیه. من میتونم هر کدوم اینا رو خواستم دانلود کنم و نصب کنم. فقط نصبشون امکان داره متفاوت از اون باشه. بذارید یه دونه رو بهتون نشون بدم. آها این شکلیه. نگاه کنید MSU. اینایی که MSU به معنی مایکروسافت آپدیت هستش. خب این آپدیت تموم شد. همونجوری که میبینید نصبش و فینیش رو میذارم و اینکه نصب شد رفت به کارش هیچ. این یکی رو هم دانلود کردیم. من فقط میخوام مراحل رو نشونتون بدم وگرنه این آپدیت داره خودش نصب میشه خود به خود. این رو بازش میکنم. ببینید این شکلیه. ویندوز آپدیت استندالون میگه که آقا این آپدیت نصب شده. خب از قبل نصب شده. اگه نصب نشده بود میومد یه مراحل دوتا نکس میذارید و نصبش میکرد. پس مراحل اینجوریه. اگر خواستید آپدیت رو دستی دانلود بکنید روش کار این شکلیه که بهتون نشون دادم که کاملا فکر کنم دیگه متوجه شدید.
دقت کنید که روی هر ویندوزی فرق میکنه و باید برای اون ویندوز مناسب خودتون رو حتما دانلود کنید. حواستون به این نکته باشه. من علیشیر کاویانی هم اینجا کانال 4 کامپیوتر. ما اینجا در رابطه با سخت افزار، نرم افزار و شبکه صحبت میکنیم. در رابطه با ویندوز کلی دوره تخصصی داریم، میتونید اون دوره رو دنبال کنید و یه عالمه ویدیو مثل این ویدیو که نکات مختلف ویندوز رو گفتم. فکر میکنم واقعا دیگه در مورد ویندوز چیزی نباشه که نگفته باشیم و اگه نیستم داریم تکمیلش میکنیم. اگر موضوع خاصی مد نظرتونه که باید در موردش ویدیو بسازم، حتما توی کامنت های این ویدیو بگید، حتما میخونم و سعی میکنم که واسهشون یه کاری انجام بدم. مرسی، فعلا خدا نگهدار.